خوش آمدین بیننده آماج به گونه زنده از تلویزیون یک هستین. اینجا با من دکتر حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان هستند. خوش آمدین جناب وزیر. خوش باشین. تشکر. جناب وزیر، رئیس جمهور دیدین؟ بله. امروز؟ امروز دیدیم. در رابطه با تعلیق چی گفت براتون؟ حرفی نیست از تعلیق. یعنی هنوز رئیس جمهور در جریان نیست؟ درخواست تعلیق شما رو نشنیدن؟ من دی موضوع آخری که خصوصا از طرف تلویزیون تلو که اکانت های خصوصی مرا به نشر رساند به شکل خیلی غیر قانونی، غیر متوازن و همچنان گفته های آقای لودین، بحث های دوسیه بحثی داشتیم و امروز به شکل عادی در مجلس شورای امنیت ملی اشتراک داشتیم، بحثی چیزی نداشتیم. یعنی درخواست تعلیق شما مطرح نشد از جانب رئیس جمهور با شما؟ هرگز، هرگز نه. یعنی به تعلیق آقای لودین به اساس چی؟ تعلیق به خاطر چی؟ موضوع چی است؟ 100 میلیون دلار اختلاس که شما را متهم ساخت، لحظات پیشم شما شاهدش بودید. من مصاحبه 100 میلیون افغانی داشتم. 100 میلیون. من مصاحبه آقای لودین شنیدم. و فکر میکنم که بیننده هایی که دیدم به خود قضاوت کرده میتونن. قضاوت شما چیست؟ قضاوت من افسوس میکنم به همچو یک ریاستی که از یک اداره مهم ملی ندارن. یگانه دلیلی که ما یافتم از این اتهامات و از این شخصیت کشایی که علای مدارن، تکراراً گفتن که از وزیر مالی ما خاطری خوب ندارم، خاطری بد ندارم. ما براتون میگم خاطری بد چی است. یعنی شما مستقیما شخصا خاطره نگفته بودن، از وزارت مالی و از اون دستگاه از ما خاطری بد. من میگم براتون، همیشه براتون میگم خاطری بدی اینا 3 سال قبل بوده که آقای لودین وقتی که اینا رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بودن، برای من مکتوب روان کردن که سوی ما و سوی قاضی قضات یک برابر است، فلحاظ امتیازات ما باید اون امتیازات باشه. این یک قضیه است. چه امتیازات مالیشون؟ همه امتیازات مالی و چیزی که شما رد کردیم، ما رد کردیم به خاطر که یک چیزی منطقی نبوده. خاطری دومش اینا یک قانون به خود ساخته بودن که هم صلاحیت پلیس را به خود داده بود و هم صلاحیت سارنوالی را به خود داده بود و هم صلاحیت قضا را به خود داده بود و من یکی از کسایی در کابینه بودم که استدلال در مقابلش کردم. به خاطر آقای لودین نه، به خاطر ای که یک چیز منطقی در نظام نبود. شخصی میدونی؟ مطلق، مطلق شخصی، مطلق. معلوم میشه که یک مسئله عقدایی است. اینا میگن تکراراً ببینن بالای ما یک معلومات و او معلوماتم اینا خودشان میگن که ما تحلیل نکردیم. در 2 روز تقریبا روزانه 5-6 مرتبه اینا در تلویزیون میبراین و نام ما را میگیرن. اینا میرن نام همشیره ما را میگیرن، نام برادر ما را میگیرن و اتهاماتی را اینا بالای ما بسته میکنن که اصلا اساس نداره و دروغ است. که من مثالش میگم براتون، حسابات بانکی تان رد میکنم. من میگم براتون نه، رد نمیکنم. به شکلی پول فرستادین؟ فرستادین؟ پول ها کدام پول ها بوده؟ من میگم، من براتون میگم، با اورم براتون میگم، ولی قبل از اینکه امیر براتون، ولی در مورد ما جایز است که اینا در این مرحله اول که اینا خودشان میگن که من نمیفهم که چی است، روزانه 10 دفعه در تلویزیون میآیند نام را میگیرند و کسایی که شما خیلی خوب پرسیدین دوسیه هایش تکمیل شده نام او را نمیارن. عقده شخصی نیست چی است؟ با این همه اون موارد را که آقای لودین یاد کردن از 100 میلیون افغانی در قراردادهای وزارت و دست خوردن در گمرک ننگرهار، کدام موضوعاتش شما رد میکنید؟ اینا اول رفتن در مورد گمرک ننگرهار آمدن، از سیستم ما، از سیستم اسیکودا، امو موترهایی که محصول نشده بودن، اون لست خود وزارت برش داده، او کدام بوده؟ اونو بارهای ناتو بوده، ناتو که به اساس قراردادی که تقریبا 10 سال قبل، پس اشتباه کردن در این اشتباه کردن در رابطه با قراردادها چی؟ اصلا ما میایم قرار صادر کردن سارنوالی که چیزی را که اینا میگن مطلق چاتیات است از ننگرهار. در مورد قراردادها اینا میگن وزارت مالیه اصلا از خود قراردادهای بی مقدار ندارن. قراردادها ببینن در بودجه، قرارداد وزارت صحت عامه
صحت عامه میبسته، قرارداد وزارت فایده مرا همه تای مراحلش اونا میکنه. مجموعه قراردادهای وزارت مالیه چقدر است؟ ما داریم قراردادهای خیلی خرد و ریزی داریم، قراردادهایی که اینا میگن که 100 میلیون اختلاس باشه حتما باید قراردادی چقدر باشه، یک 2 میلیارد خوب باید باشه یا 1 میلیارد حداقل باشه. در تمام وزارت مالی ما به این مقدار قرارداد نداریم، قرارداد داریم در جای مصرفیت. چرا با شما خصومت شخصی داشته باشم؟ حالا تنها آقای لودین نه، گفتم براتون در رابطه با اکانت های خصوصی تان پول ها را فرستادین شما؟ من میایم در مورد چی ببینن پول ها از کدام مدرک بوده؟ من میایم براتون میگم براتون، این سندی هست، این فرم ثبت دارایی سنه 1387 است. با کدام اداره؟ این فرم اداری عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری. اینا به شکل نشر کردن که کدام اکاونت مرا کشف کرده باشه. ولی ملاحظه بفرمایید در صفحه دوم شخص خودم نوشتم بانک الفلاح چقدر پول دارم. این ببینید تلویزیون استاندارد چارتر بانک چقدر پول دارم، در رویال بانک چقدر پول دارم. وقتی مجموعه پول ها از کدام درآمدتان بوده؟ اینا ببینن، ما 3 سال هست که وزیر هستم. در سال 2002 ما به افغانستان آمدیم، اولین معاشم در افغانستان 20,000 دلار بود. در افغانستان بعد از او با بانک جهانی کار کردیم، با UNDP کار کردیم، مشاورت های شخصی داشتیم، یک انستیتیوت تحقیق داشتیم، کتاب ها رو نوشتیم، همه یه چیزایی شده. در کدام سال ها؟ از 2002 به این طرف ما خب به حکومت پسندر آمدیم. این پول ها چه زمان فرستاده شده؟ این پول ها پول های مختلف خودم، اکثریتش که در اون زمان چی شده؟ یکی دوم دو اکاونت که گفتم، یکی هم استاندارد چارتر بانک و یکی هم الفلاح هست. در استاندارد چارتر بانک هم دقیقا همین دو اکاونتتون پولی که انتقال داده شده به کانادا چه زمان بوده؟ زمانش هم میشه؟ خب زمان های مختلف است، زمان های مختلف پولی خیلی زیاده. یعنی پس از وزارتتون بوده؟ نه پس از وزارتم روان کردیم. بله پس از وزارتم مولای کدام جرمی نیست، ما پول شخصیم از فامیلا دارم در اونجا. و همچنان ببینین امروز ما فامیل مثل آقای لودین شاید نباشه، همشهری ما با ما زندگی میکنه، برادرای ما با ما زندگی میکنه. امروز ما به ثبوت میرسانم که در ارگانهای مختلف همشهریم برادرم کار میکنن، 40,000 دلار ماهی عواید اوناست. 40,000 دلار در زمان وزارت تان هم کار دیگه داشتین؟ نه در زمان وزارت ما کار دیگه نداشتیم. پول ها را در زمان وزارت تان فرستادین؟ اکثریت چه؟ نه نفرستادین، ولی در وقت چی هم فرستاده شده. ولی پیش از اون رئیس اداره آیسا هم بودین؟ بله بله. در اون زمان هم پول فرستادین؟ بله فرستادین. مجموع پول هایی که از افغانستان بیرون فرستادین چقدر است؟ مجموع پول به کانادا که فرستادیم در حدودی شاید به حدود 200,000 دلار بیاید. در اون که پول یا دو میاد اضافه تر از 200,000 دلار بیاید. دمی 10 سالی که در افغانستان بودیم و در اونجا پول همشهری ما هست، پول برادر ما هست. یعنی اونا اینجا کار کردن، مجموع پول های شما شده و به حساب شما ریخته شده، بعدن به کانادا فرستاده. بله ببینید آقای لودین اول خود میگم که آقای زاخلوال با یک بکس خالی در اینجا آمده بود، این پول از کجا کرد؟ این پول این محصولین مغز است. گفتم براتون ماش داشتم، نوشتیم، فامیلم کار کرده. ببینن در اینجا تنها بس کانادا را کردین، حالا مجموع پول هایی که بیرون از افغانستان فرستادین نه تنها در کانادا، در سایر کشورها چقدر؟ در سایر کشورها من پول ندارم، تنها در کانادا در فامیل دارم. جای دیگه هم فول جای دیگه برادر ما که اگر فرستاده باشه بزنس داره، یکی از برادرای ما که امروز اینا یاد کردن که وضاحت بتم، یکی از برادرای ما که اورم تلویزیون تولو مسلسل نشان میدن، او کاروبار شخصی داشت در می افغانستان داشت. از حساب شما پول فرستاده؟ نه خب فامیل هستیم ما، یکی از او از خود اکاونت داره، از خود اکاونت داره. ولی اونا در امی افغانستان کار کردن، در جلال آباد خصوصا یک قرارداد از حکومت نگرفتن، از پیارتی گرفتن، از خود مستقیم. شما در جیران هستین چون یک جا زندگی میکنین که برادرتان چقدر پول فرستاده به بیرون از افغانستان؟ ببینین اینجا نباید که برادر ما چرا میتونم گفته، ولی چرا برادری که تحت تحقیق از در اینجا که برادر ما باشه، چرا امی چیزی که اینا کردن؟ ببینین اینا آقای لودین متخلف 4 ماده قانون هست، یکی هم ماده قانون اساسی.
قانون اساسی ماده 39 تحقیق اداره شخصی به اساس قانون میشه. اینا در کجا میکنن؟ اینا در تلویزیون تحقیق میکنن. تحقیق نمیکنن. اینا در تلویزیون قضاوت میتن. ماده جزا آقای وزیر، درخواست تعلیق شما برای رئیس جمهور نرسید و از جانب دیگه رئیس اداره عالی مبارزه با فساد میگه تا زمانی که شما وزیر باشین ما تحقیق کرده نمیتونیم و پیشینیش هم نمونه گمرک ننگرها رو میبینن. حالا شما خودتان با این مجموعه اتهاماتی که بر علیتان وارد شده، اسنادی که نشان داده شده، پولهایی که میپذیرین و میگین که از درآمد شخصی ما بوده، چگونه به کارتان ادامه میدین؟ در حالی که اداره افغانستان بالای شما اتهام وارد کرده و مستقیما به رسانه میگه که متهم هستین. ببینن دو سال قبل وقتی که ما تحقیق کابل بانک آغاز کردیم، به خاطر که ما را تحت فشار بیارن آوازه را انداختن که ما هم از کابل بانک مستفید شدیم. تا به حال مثال دوم پیدا کرده نمیتونن که ما شخصا به امی موضوع را به سارانوالی معرفی کردیم گفتم تحقیق بکنیم. تحقیق کردن اونا ایران ما به سارانوالی روان میکنم، ولی به سارانوالی روان میکنم که را تحقیق کنه. در این وقت تخلفاتی که آقای لودین کرده او را بخواهن نشستم. اینا 34 روز شخصت کشی کردن، دشنام دادن. دشنام در قانون جزا چیز را میگه که شخصیت جریدار میسازه. شخصیت من را جریدار ساخته. اینا به اساسی در زمانی که سمت اداره آیسا را داشتین، بله، کار جدا زو هم میکردین، مشاوریت یا کارهای دیگه؟ یگان وقت ولی زیاد نیست، زیاد اضافه تر ما در فکر میکنین چه برتری از سایر شخصیت های دولتی دارین که در یک حالت بتونین دو کار یا دو موقف یا سه موقف را داشته باشین؟ ببینین شما مثلا استان در روز جمعه، اگر از شما کسی بخواید شما در روز جمعه کار بکنین، چی کدام یعنی اکثریت این پول ها از درامت های روز جمعه شما بوده؟ نه، از او قبل که ما کار را داشتم. ما تقریبا 3-4 سال در حکومت نبودم. 3-4 سال بعد ما با اداره ایسا آمدیم در افغانستان. اینجا آمدیم که مجموعه کارهایتان را به فامیلتان به کانادا بفرسته؟ نه، اکثریتی ببینن ما بازم نشان برد میدم. در سال 1383 خانه را خریدیم در سرک نوی تایمانی، اصلا در حکومت نبودیم. پول ایجا پیدا کردیم، در یک سال این مقدار پول پیدا کردیم که خانه بزرگی را در تایمانی خریدیم. یعنی توانمندی خریدی پول خریدی توانمندیش را داشتم. چقدر بوده مقدار خانه؟ 320 هزار دلار دو خریدیم. 320 هزار دلار را در یک سال چگونه پیدا کردیم جناب وزیر؟ من اصلا در حکومت نبودم که هر گونه پیدا کردیم و کار خودم است. اما فکر میکنین به نظر شما این استاندارد در افغانستان است که کسی که دکترا داشته باشه بتونه 350 هزار دلار تر پیدا بکنه؟ از او اضافه تر میتونه. با چه کاری مثلا؟ با مشاوریت ها میتونن، با تحقیق میتونن، با بزنس میتونن. این زمینه ها به همه شهروندان افغانستان مساعد است؟ همه شهروندان نیست، هر شهروند از خود توانمندی های جداگانه داره. مثلا یک شهروندی که دکترا داشته باشه مانند شما تحصیل کرده باشه. مطلق کسایی که میبینن در روزی که ما به افغانستان آمدم، همی آقای لودین میگن با یک بکس ما آمدی، یک دفتر بود در میجه در صدارت به نام AACA بود. من به دفتر آمدم با یک بکس، فرض کنین که اینا میگن اینی صاحب تلویزیون تلو آقای جاهد هم با یک بکس آمد. اونا از حکومت بر آمدن، امروز 13 بزنس داره، 13 بزنس داره. فلحاظا اون از که دکتر اون از اون صداهای از امریکا هم بلند شد در مورد تهدید شما کسی به نام شکیب، بله، و برسانه ها فرستادن ایمیل. این موضوع چیست؟ این درست که در امی شش ماه از آقای لودین متاسفانه یکان وقت استفاده میشن. شخصیت کشی سیاسی است، انگیزش اکثریتش سیاسی است. در ساحات چه کسی میخواه شخصیت شما را بکشه و اون هم سیاسی؟ کی هستن؟ در کدام رده هستن؟ در رقابت ها هستن، در داخل حکومت هستن، بیرون از حکومت هستن. در داخل حکومت در سطح وزرا هستن؟ نمیگم براتون که کی هستن. یعنی بلندتر از وزرا هستن؟ نه، ما نمیدانیم. شهروندان افغانستان نمیدانن چه کسی بدون بوله. در داخل حکومت ببینین ما از یک اعتبار خاصی برخوردار هستم، در جامعه بین المللی هم هستم. اما حالا هم ادامه داره این اعتبارتان، در حالی که رئیس اداره مبارزه با فساد شما را متهم خطاب میکنه. ببینین هر کس از خود قضاوت کرده میتونن و جامعه جهانی هم از خود قضاوت کرده میتونن. ما اصلا تعدید شکیب اگر دور نریم آقای لودین، حتی
ایمیل فرستادن در رسانه‌ها. ببینن خب این همی از مسلسلی شخصیت کشی‌هایی است که ما چندین مثالش برتون میدم. این چه شخصی است، کی هست، در کجا زندگی میکنه، چه روابط داره؟ یک سلسله بزرگی از یک لاین هست که شخصیت کشی میکنن. ببینن در رسانه‌ها پشت چی چیزایی از اخلاق دور نوشته نکردن. یک مجلس عادی با یک خانم داشتم، او را گفتن که در یک رسول در اوقات کاری بود اون مجلس تان؟ نه، در سفر رسمی تان بود؟ در سفر رسمی ما بود، ولی بحث رسمی بود، در یک رستوران عام بود، در حالی که در این میز ما شیشتیم، در اینجا آقای دلاوری شیشته. آقای حالا دقیقاً در مورد شکیب میخوایم صحبت کنیم. شکیب کی بوده؟ چه کسی است؟ یک کسی در سفارت کار میکنه. یک کسی در سفارت کار میکنه، ولی یک کسی چه رابطه با شما داره؟ هیچ رابطه. یک وقت با ما کارمند ما بود در ایسا، یک وقت کارمند ما بود در ایسا. اما ایمیل کرده برای رسانه که شما تهدیدش کردین. چرا تهدیدش کردین؟ ما تهدید نکردیم. چرا ایمیل فرستادن؟ ببین اونا شاید که کسی میخواستن با خود بسازه در امریکا، کسی با خود بسازن. مرا به شکلی که تهدید کردم که فامیلش اتکات کمی کنه، ما یک جا کنم جا. یعنی شما هم ایمیل دریافت کردید؟ بله بله بله، به هزاران نفر فرستادن، به هزاران. از او به بعد تنها خونه. چرا این همه موارد در مورد شما؟ به خاطر که فشار میخواین که بیارن بالای ما. این مطلق انگیزه سیاسی است. انگیزه سیاسی کسایی هستن که خوش نیستن مدی وزارت باشتم. کسایی هستن. کی ها هستن اینا؟ ببینین این در داخل حکومت وزارت مالیه یک وزارت مغلق است. وزارت مغلق به این معنی که همیشه مثلا امتیازات در داخل حکومت میگم، ارگان ها امتیازات بلند میخواین، ما نمیتیم برش داخل از خودل اداره عالی مبارزه با فساد، هر کس هم یکی از ارگان ها، یا مثلا پروژه ها میخواین، پروژه هایی که ما محدودیت بودجه میداشتیم، یا مثلا ما قیودات بالای چی میاریم، مصارفات میاریم، خوب نمیخوره. همین که عواید ما در دو سال سه سال میبخشین از 40 میلیارد افغانی به 100 میلیارد افغانی بردیم، معنی ای که دست خیلی مردم تاو دادیم. خب طبعا منفیت هایش ها در خطر انداختیم. مسئله بزرگ مسئله در چه سطح هستن این افراد؟ در سطح مختلف. مسئله بزرگ مسئله سطوحشان چقدر است؟ یعنی از مقام شما کرده مقام بلند هم هستن؟ نه. در سطح وزرا هستن؟ میتونه شده. در سطح ریاست ها هستن؟ میتونه شده. ریاست های عمومی هستن؟ میتونه شده. یعنی از ریاست های کلیدی حکومت افغانستان هستن؟ میتونه شده. یعنی هستن یا خیر؟ میتونه شده گفتم و بیرونم. یعنی شما شناساییشون کردید؟ میتونه تا یک حدی میفهمیم که کی هستن در بیرون. وقتی اونا شما را متهم میکنن و این همه توطئه را که شما توطئه میدانین بر علیتان میکنن، چرا شما نمیخواین از اونا نام بگیرید؟ ببینین اسنادی ندارین در دست؟ اصلا ببینین ما در روز 13-14 ساعت کار میکنم، 13-14 ساعت کار میکنم. اصلا این اشخاص میخواید که ما همین توجه ما از همین کار برایه و در جدال با اینا باشه. ما نمیخوایم کاره. ما مسئول کانفرانس چرا به دست میارن؟ ما با این که توجه شما را از کارت پرد، به خاطر که در دستاورده که دارم دستاورده نداشته باشم. مثالش براتون میگم، کانفرانس توکیو ما مسئولش بودم. بزرگترین حملات بالای ما در مطبوعات و در امی شایعات و در خصوصا در اینترنت چیزایی که نوشتن، هرچی نزدیکتر به کنفرانس توکیو می شدیم این چیزا خیلی زیاد. در کمپاین رئیس جمهور کار میکردیم؟ در کمپاین کمک کردیم. پول های مصرف شده اونجا؟ بله. حالا این دقیقا این پول ها ربطی با پول های فرستاده شما به کانادا داره؟ نه هرگز نه. چه کسی مدیریت پولی مصرف کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور بود؟ خودی چی داشت؟ یک تیم داشت. که شما هم جزو تیم بودی؟ نه، ما اضافه تر چه میگن که همو فند ریزینگی که صورت گرفته بود به اصطلاح امینی و پول بودم. ما خود ما در اجراتش مثلا که اونا میگفتن ما پول میپرداختیم براشون، ولی در خود در مسئله کمپین ما دخیل. حدودا چقدر پول مصرف شد؟ در حدود 2.2 میلیون دلار در وقت.